د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې وزنډېدې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې ټاکنو ابتدایي پایلې به له خپل وروسته اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو دلایلو له امله به له کابل ولایت پرته د نورو ولایتونو د ولسی جرګې ټاکنو ابتدایي پایلې به د قوس په 2 او د کابل به د قوس په 19 نیټه اعلان شي. پر انتخاباتو څارونکو ادارې او د ملي شورا غړي د ټاکنیزو کمیسیونونو پر کړنو په نیوکه سره وایي چې د قانون له مخې ابتدایي پایلې باید تر انتخاباتو 14 ورځې وروسته اعلان شوی وای. بحث دا چې ټاکنو کمیسیون د کومو دلایلو له مخې د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې وزنډولې، او بل مهم بحث دا دی چې پدی برخه کې د ټاکنو کمیسیون دلایل تر کومه بریده د قناعت وړ دي. د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکرم او تاسو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام ګورئ. په نن کې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو د ځنډ پر عواملو غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باس وکړي. د ټاکنو کمیسیون د ویان مرستیاله شایما عالم سروش، او د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا د پروګرامونو مسؤول محمد نعیم اصغری ستنه مشه. اغل عالم سروش، کده باس له تاسو څخه پیل کوم. ولې ټاکنو کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې وزنډولې؟ برام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان گرامیتان و همه بیننده ها. خب شما قسمی که در جریان هستند، تا این حال مواد اکثریت ولایت ما تا هنوز به مرکز انتقال نیافتند، بنابر دلایل خرابی هوا که باید مواد انتقال پیدا میکنه، انتقال پیدا نکنه. یک بحث، و بحث دوم این که تمامی معلومات وارد دیتا نشدن و مشکلات یعنی معلومات است که تا هنوز کارمندای ما نتونستن که معلومات وارد دیتا بکنن، تا اینکه این مواد تمامی اما فرم نتایج و اینا باید بررسی شون و لیست دستگاه های بایومتریک که آنچه که معلوماتی که وارد دستگاه های بایومتریک است اینا باید بررسی شون، تا هنوز بررسی تکمیل نشد. بنابر همین دلیل که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از این که غور و بررسی صورت گرفت تصمیم گرفتن که باید با دقت بیشتر کار بکنن تا این که به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنن، چون چالش ها و مشکلات ها و شکایت های مردم خیلی زیاد بودن و همچنان نهادهای ناظر در این بخش هم شکایت داشتن. به همین شکایت های مردم بود که تا این که به دقت به این شکایت ها رسیده شد، به همین دلیل به تاخیر انداختن لیست ابتدایی یا به اعلان لیست ابتدایی تا وقت بتونن که اینا خوبتر و بهتر کار بکنن با یک نتایج خوبتر. خب اگر تقویم چه در انتخابات کمیسیون جور کرده در تکنول پاره تقویم دات سوم زل دچ نقضی که فکر نکوی چه پدی سر ټاکنو کمیسیون د قانون نقض کوي؟ خب ببینن، تقویم یک بحثی است که از قبلا ترتیب و تنظیم اینا میشن، ولی وقتی که تقویم جور شده بود مطمئنا بحث وسایل بایومتریک اینا وسایل ها مد نظر گرفته نشده بود به او دلیل، و بحث بایومتریک و دستگاه بایومتریک در آخرین لحظه و در آخرین زمان به انتخابات در میان آمدن و یا مورد قبول شدن بنابرای دلایل، و یک بحث جنجالی خود به دستگاه بایومتریک بود و همچنان چالشی که در روز انتخابات و یا مشکلاتی که در روز انتخابات پیش آمدن و با تاخیر باز شدن و یا اینکه شکایت هایی که اصلا از ولایت ها به تقلب کردن و یا جعل نمودن در آرا، اینی مسائل بود که مسائل بیشتر بودن و جنجال ها بودن. به همین دلیل که تا اینکه بتونه مردم رهبری که میتونه مستقل انتخابات اما قناعت و اعتمادی که نسبت به این پروسه مردم داره اونم رو حاصل بکنه، بنا بر همین دلیل دقت بیشتر نیاز بود. به خاطر همین که دلت اصلی دلیل یواز بایومتریک نه ده، چتا سوای بایومتریک په تقویم کې نو ځای شوای بایومتریک نو نوې پاتې ده چې راغله پاکستان ته، ولې د موادو د انتقال مسله او یا د تقلب مسله غرسد چې ټاکنو کمیسیون ته ورګرځي مسؤلیت دی چې دوی د تقلب مخنی ولې وای، دوی ټاکنې په سمه توګه مدیریت کړی وای، د بلګې په توګه د رای اچونکو د لیست ورکیدل یا د رای اچونکو لیست نشټواله چې په دې اړه ډیر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. فکر نه کوي چې سوی مدیریت د انتخاباتو کمیسیون د چې اوس بالاخره تقویم هم نقضیږي، قانون هم نقضیږي؟ خب ببینید، چالش ها را رهبری همیشه پذیرفتن، چالش ها و مشکلات های خود داشتن این پروسه. آنچه که توقع نمی رفت از قبل از طرف رهبری انتظار نمی رفت که در روز انتخابات با چالش در کابل و بعض ولایت های دیگه صورت بگیره و همچنان یا به تاخیر و یا بلیس و مسائل دیگی با مشکل سر بخورن. خب هر پروسه چالش های خود داره و این چالش ها رهبری که مثل مستقل انتخابات پذیرفتن و همچنان کسایی که غفلت وظیفه ای کردن یا رئیس ولایت ما یا رؤسای ولایت کابل یا دیگه هر
هر کسی که باشه در این بخش غفلت وظیفه‌ای کردن، یک کمیته را موظف کردن در این بخش تا اینکه در این هفته به یعنی امو اسامی کسایی که غفلت وظیفه‌ای کردن به دسترس کمیسیون یا از امو بررسی‌هایی که کمیته انجام دادن اونمو بررسی‌های ابتدای خود با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شریک میکنن. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات متحد برای است که هر آن کسی که غفلت وظیفه‌ای کردن و یا اینکه خواستن که به نحوی این روند را بدنام بکنن یا اینکه زیر خلاصه اینکه به دیگه طرف ببرن، اونا بعد از شناسایی به نهادهای عدلی قضایی معرفی میشه. در این هفته تکمیل میشه. په بخنی سره چی دا سوال تکمیل کوم، د انتخابات څخه شپږ ورځې کابوتیریږي، دغه بررسیانې نه دي تکمیل شوي تر اوسه پورې، هغه چا چې وظیفه‌ای غفلت کړی دی؟ خب ببینید، شما وقتی که ما میخوایم در یک بخش افراد اشخاص نشان بگیریم و یکی اینا غفلت وظیفه‌ای کردن یا هر آن چیزی، این نیاز داره به تحقیقات بیشتر، نیاز داره به بررسی بیشتر تا اینکه ما دوچار کدام موضوع دیگه نشیم. به همین دلیل بیشتر باید فوکس شود، بیشتر باید تحقیقات شود، بیشتر باید در این بخش بررسی شود تا اینکه افراد اشخاصی که واقعا غفلت وظیفه‌ای کردن یا اینکه به نحوی خواستن پروسه را به بدنامی ببرن یا خواستن که پروسه را سابوتاژ بکنن و یا اینکه خواستن به نفع و یا به ضرر یک کاندید کار بکنن، این افراد توسط همین کمیته بررسی میشه و انشالله در این هفته اسامی ولی خلکو سره سوال دام ده چی د انتخاباتو کمیسیون نور ډیر تحقیقات په برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړی و د بلګې په توګه د هغو سټیکرونو په برخه کې چې ټاکنو کمیسیون جالی وهلی و یا مثلا په ټاکنو کمیسیون باندې هغه ادعا شوی و چې موږ به دغه مسله تحقیقوو چې څنګه جالی سټیکرونه یا ټاکنی سټیکرونه راووتل، دغو تحقیقاتو نتیجه هم نه ده ورکړې. اوس به وګورو چې دغه تحقیقات تاسو وایي چې په دې هفته کې بشپړېږي، بیا هم تاسو سره راګرځم ورباندې. از غری صاحب، د ټاکنو کمیسیون بالاخره د هغه تقویم چې دوی اعلان کړی و نقص کړ او په دې سره د ولسی جرګې لومړنۍ پایلې ځنډېږي، یعنی د خپل وخت څخه دیارلس ورځې وروسته نظر بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بیننده تلویزیون شما خانم سروش، البته واضح است که کمیسیون انتخابات تقویم را که در اول اعلان کرده بود متاسفانه هیچ موردی را در تقویم به استثناء روز انتخابات که 28 میزان بود هیچ موردی نشد که در زمانش او تطبیق بکنه. دیروز سخنگوی کمیسیون آقای هاشمی گفتن که ما فکر نمی کنیم که مدیریت غلط بوده باشه، یک سلسله مشکلات وجود داشت اما مدیریت غلط نیست. من نمی فهم که تعریف مدیریت آقای هاشمی چی خواهد بود. مدیریت خواهد دید ما امی است که وقتی که اجرای کارهای پلان شده در زمان پلان شده و با کیفیت مد نظر گرفته شده، این خودش مدیریت است. بله. آل کمیسیون نه کار با کیفیت انجام داده که نتیجهش میبینم این که تاخیر بر در اعلان نتایج به ناشی از این که کار مشکل داره که به خاطر علم مشکلات خانم سروش هم بیشتر گفتن که نیاز داشت که بررسی ها جدی صورت بگیره تا این که امو آرای واقعی رایت امو سرنوشت تعیین بکنه و همچنان نه زمان در نظر گرفته. بنابراین دو رکن اساسی در پلان گذاری را وقتی که در مدیریت اینا مراد نکند واضح است که ضعف مدیریت وجود داشته. حال در رابطه به اینکه تقویم به تاخیر مفته، اول خود کمیسیون انتخابات اگر مسئله بایومتریک باشه، بایومتریک در فهرست ابتدایی در اوجه مسئله بایومتریک مطرح نیست چون جهود جمع‌بندی نتایج است. نتایج از ولایت آمده او به بایومتریک ارتباط نداره. اگر شکایت علیه کدام محل باشه که مشکل داشته بود از او بایومتریک میتونه که او آرای پاک و ناپاک به اساس بایومتریک تشخیص کنه، در حالی که ما تقریبا 4 استاندارد استفاده کردیم در جایی که استانداردی که بدون بایومتریک استفاده شده تنها فهرست بوده، بدون فهرست بوده، لست قلمی بوده، یعنی تمام این موارد کمیسیون تصمیم گرفته که رأی داده شود. با این میتریک یک بخشش هست که او میتونه لست ابتدایی فقط جمع بندی نتایج است. تا دو روز قبل، تا روز جمعه تقریبا 23 ولایت قسمی که کمیسیون اعلان کرد نتایج کل صد نقایش رسیده به کابل، یعنی تقریبا 11 ولایت باقی مانده بوده که شاید در این روزا میرسه.
ای هم وقت تاثیر خواهد داشت. اگر می 23 ولایت اونا رو تکمیل میکردن 11 ولایت هم میدونستن در زودترین فرصت اینا. یعنی تاسو فکر کوی هغه دلیل چې د ټاکنو کمیسیون لوخه مطرح کیږي د موادو نه وخت را رسیدل د بایومټریک د زګاوي دا دلیل د قناعت وړ نه دی؟ یعنی یو قدر قناعت اثر نمیکنه، اما واقعا اینی میتونه که یک دلیل باشه که چون پروسه بسیار غلط منیجمنت شده، اصلی دلیل ابو منیجمنت سوی مدیریت است، به او خاطر نمیتونه. و بحث دیگه ای که کمیسیون در حال که تاریخ انتخابات ریاست جمهوری رو 31 کمل اعلان میکنه و تاخیر هم در تقویم انتخابات پارلمانی است، آیا پلان هایی که بر انتخابات ریاست جمهوری است سر از این نظر اندخته که در اون 10-20 روز که ای به تاخیر مفته ای خود تاثیر داره بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری، در حال که تقویم انتخابات ریاست جمهوری شاید دو روز اونا اعلان میکنه اون تاریخ 31 عمله که باز هم این تقویم دومی باز هم اعلان میشه با می تاخیر ها موجود شد. شاید تقویم یه پیاده ور اعلان شده در تلویزیون شبکه که تقویم لاس پلاس امروز مشترک ساخته شد. ما نظریات خودم دادیم در رابطه با تقویم. اول خود گفتیم ما نگران همی هستیم که مسئله غزنی چون مشکل داشته و ثبت نام رای دهنده اوج مهم است، در انتخابات ریاست جمهوری شما نمیتونید غزنی را از دید بندازید چون نوزاد کل افغانستان نوزه است، مردم غزنی باید رای بدن در انتخابات ریاست جمهوری. اگر شما رای فهرست رای دهنده را در غزنی آماده کرد نتونید در زمستان سرد که ممکن نیست دست جور کنید، چگونه انتخابات شما دمای عمل من از غرس بیام را کرزم تاسو تا غلی علم سروش د تقویم مسله بیا هم مطرح کیږي. ولس ټاکنو کمیسیون د ولس مشر د ټاکنو تقویم هم اعلان کړی دی په یو ډول له څارونکو بنسټونو سره شریک شوی دی او د یو شمېر رسنیو ته د هغې تایید هم شوی دی. فکر کوئ چې دواړه تقویمونه به په سمه توګه تطبیق شي لکه څنګه چې د ولسي جرګې تقویم نقص شه په همدې توګه به د ولس مشر ټاکنو تقویم نه نقضېږي؟ خب به همین دلیل رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه به کنفرانس ملی داشتن و نشستی داشتن با نماینده احزاب جامعه مدنی و نهادهای ناظر که در این بخش بودن تا یکی از اینا نظریات اینا را و پیشنهادات اینا را بشنوند در رابطه با تقویم انتخاباتی. درفت تقویم اصلا تا هنوز تقویم ناهی نشده و دلیل همین که پیشنهادات اینا و نظریات اینا به خاطر بهبود کار، به خاطر اینکه بتونیم ما انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات خوبتر داشته باشیم، چون اینا هم نمایندگی از مردم افغانستان و نمایندگی از مردم افغانستان میکنن و نظریات اینا مهم بودن، به همین دلیل رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به اینا فرصتی را دادن تا نظریات خود شریک کنن. اگر تقویم چی په اجتماعی شبکو که خبر شوه در روز پوری تایید نده؟ خب نه، به دلیلی که شما میفهمین او به درفت همین درفت بود و شریک ساخته شدن به اینا و نظریات اینا را خواستن، ولی تا هنوز نه، به دلیلی که منتظر است که نظریات نماینده احزاب یا احزابایی که اصلا میخوان نظریات خود داشته باشن کتبی باید نظریاتشون مراجعه بکنن به کمیسیون کتبی روان بکنن تا اینکه نظریات اونا با در نظر گرفتن نظریات پیشنهادات اینا تقویم انتخاباتی ریاست جمهوری را با همه پیشنهاداتی که اینا دارن به اساس اونا مو میخواین جور بکنن تا اینکه بازم چالش و مشکل پیش نیاد. من کبیام بمدا قد ولسی جرگی د تکنو ابتدایی نتایج تراشو از غریس په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې مدیریت هغه څه دي چې هم په وخت باندې کار ترسره شي او هم باکیفیته ترسره شي. انتخاباتو کمیسیون دواړه کارونه نه دي کړي، یعنی هم باکیفیته دغه ټاکنې دي مدیریت کړي او هم د تقویم یا مهالوش سره سم نه دي ترتیب کړي. تاسو منئ چې مشکل یوازې د مشکلاتو تر حده منئ یا دا چې مدیریت تر دې حده ضعیف دی چې حتی د ټاکنو کمیسیون خپل تقویم نشي تطبیقولی؟ خب من پیشترم به صحبت های خود یادآور شدم که هر پروسه چالش های خود داره و چالش ها و مشکلات های خود ای پروسه داشتن. ما این چالش ها و مشکلات ها را پذیرفتیم و دلیلی که بر تقویم انتخاباتی تغییر آمد و باید با تاخیر تقویم یا لیست ابتدایی اعلان شود همین است که باید بیشتر بررسی شود و حق هیچ کس تلف نشود و بتانیم که آرای پاک و ناپاک از هم تفکیک بکنیم و وارد همه معلومات وارد دیتا بکنیم. تا وقتی که مرکز معلوماتی که ما اونجا افتتاح کردیم به همین دلیل است آرا و ریزل شرطایی که از ولایت ها آورده میشه و یا خریدهای محافظتی آورده میشه وارد اینا شود، اسکن شود، تصفیه شود، بعد به آرشیو برود که بالاخره به دید همین ناظرین و
نهادهایی که در اینجا هستن به دید اینایی کار صورت میگیره تا لااقل اگر در روز انتخابات چالش ها و مشکلات پیش آمد بعد از اون ما بتونیم قناعت اون مردم حاصل بکنیم و سرنوشت کسایی که تصمیم گرفتن مردم افغانستان سرنوشت خودشان خودشان رقم بزنن بتونیم که از آرای پاک اونا رهبری ما بکنن. کنم کاندیدانم قناعت نلری او د تاکنو ناظر بنسټونو قناعت نلری موږ سره از غری سپدی باس کې ناشته موږ چې ډیرو کاندیدانو سره پدې مورید باندې باس کړی دی وای موږ د کومې رای چې دوی بررسی کوي یا هغه سیستم ته اچوي موږ دغې څخه بشپړ نظارت نه لرو موږ ته د نظارت کولو حق نه راکوي په یو کونج کې یو څو کسان ناظرین ولاړ دي ولې هغسې نظارت چې په کار دی د دغو رایو د جمعبندي څخه نه کیږي من میخوام در این رابطه یک چیز اشاره بکنم که ما در خود مرکز معلومات و همه احزاب که خواهانی بودن که نظارت بکنن نماینده اونا همه روزه اونجا تشریف دارن و از همه وقتی که تصفیه کاری که اونجا صورت میگیره از اونا نظارت میکنن. من شخصا خودم امروز همراه دو تا از ناظرینی که از طرف نهادها یا شرکای انتخاباتی اونجا معرفی شده بودن صحبت کردم، گفتم برای ما هیچ چالش نیست و هیچ مشکل نیست، حل از بخواهیم از هر قسمت اینمی مرکز ما دیدن میکنیم نظارت میکنیم. این حق برشان داده شده، من امیدواری هستم که از این حق اینا استفاده خوبی بکنن. خب اگر ما قرار به این باشه که بتونیم در یک پروسه و در یک برنامه طرف قناعت 1000% کسب بکنیم این ناممکن هستن، بدون شک هر قدر اگر تلاش هم بکنیم طرف شاید قناعت شو حاصل نشه. یعنی فکر کنم چه په انتخاباتو کې تر دې بریده درغلی یا تقلب شوه ده چې حتی تقویم باید ورته نقص شي یا تاسو چې وایې موږ کوشش کوو چې په ډیر دقت سره کار وکړو پاک رای له ناپاکو څخه جلا کړو، یعنی ناپاک رای ډیر کارول شي. خب ببینین باید یک چیز قبول بکنیم، وقتی که ما میگیم کمیسیون درست چالش های خود داشتن، این چالش ها تنها بستگی به کمیسیون نبود. یک طرف قضیه اگر کمیسیون بود، طرف دیگه خودم انتخابات به یک شکل مثلث است، یک طرفش مردم است، یک طرفش کمیسیون است و یک طرفش هم حکومت افغانستان هستن. ولی وقتی که مردم با خود کمیسیون همکار نباشن، اگر قرار باشه حکومت همکار نباشه، نهادها اینجا همکار نباشه، جامعه جهانی همکار نباشه، ممکن نیست ما یک انتخابات مورد قبول مردم و یک انتخابات کامیاب داشته باشیم. ببینیم اگر این طرف قضیه کمیسیون در روز انتخابات با چالش های تکنیکی مواجه شد یا مشکلات داشتن، طرف دیگه این مردم بودن یا کاندیدای محترم بودن یا ناظرینی که بودن در اونجا اینا هم بودن، این هم بپذیریم. وقتی در یک جایی که دستگاه قصدن روش آب ریختان میشه، رهبری خرویون انداختن در چاو بور بنده چاو دستگاه بنده مثلا در دورترین نقاط، من نمیگم بحث نمیکنم، بحث ما فعلا حالا سر مرکز است. شما در کابل در چند کیلومتری شهر کابل که حالا جای به نام شهرک یاریا اونجا وقتی که محل ردی است، سر دستگاه بایومتریک از طرف کسایی که میخواستن هراسی را داشتن که اگر با موجودیت این دستگاه نمیتونن تقلب بکنن، سر این دستگاه آب ریختان نمیشه. خب مشکل در کجا هستن؟ اولا ما همیشه باید تلاش بکنیم انتقاد پذیر باشیم، تلاش بکنیم به خاطر بهبود این جامعه. مردم هم مشکل دارن، کاندیدای محترم هم مشکل دارن. اگر یک طرف مشکل طرفی چیست و طرف دیگه ناظرینی که در این بخش موظف میشن در بی‌نظمی و در این که بتونن در روز انتخابات اختلال مختل بکنن یا دیگه بکنن نقش داشتن به نحوی بخوایم نخوایم. خب اگر واقعا تنها کمیسیون مشکل میداشت این بحث جدا بود، اما دیگه طرف هم مشکل داشتن. پدې کې به د خلکو مشکل څه وي چې په شپږ بجې په اووه بجې د انتخاباتو مرکز ته راټول شوي دي، په قطار کې ولاړ دي، ولې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي لا تر اوسه پورې ویده دي؟ هغوی له خوبه نه جګېږي. یا مثلا بایومیټریک لکه تاسو څه ویلې، یو څوک راځي په هغې باندې اوبه اچوي، هغه خو به هم د یو چا پلوی نه وي او هغې ته به هم چا اجازه ورکړې وي چې هغه مرکز ته لاړ شي بایومیټریک دستګاه باندې اوبه واچوي. نو خلکو لپاره به څومره مشکله وي یا به خلک په دې برخه کې څه مشکل ولري؟ ببینن ما در رابطه با میزان مشارکت مردم هیچ شک تردیدی نداریم و نخواهد داشتیم. این شهامت مردم افغانستان از خود نشان دادن، با همه چالش های امنیتی، با همه
تهدیداتی که از طرف مخالفین دولت یا مخالفین این پروسه صورت گرفته بود، بازم اینا آمدن اشتراک کردن. ولی بحث دوم این که تا وقتی که مردم افغانستان خودشان از تقلب کردن دوری نکنن، ممکن نیست اگر ما یک فرشته هم بیاریم در کمیسیون مستقل انتخابات جابجا بکنیم، بگیم که میتونه که مردم، کاندیدا و جامعه جهانی و حکومت همه مردم در بر میگیرن که شرکای انتخاباتی باشن، به نحوی داخل باشن در این پروسه، اینا همکاری نکنن و اینا جلوی تقلب نگیرن، ممکن نیست که میتونن مستقل انتخابات به تنهایی جلوی تقلب گرفته بتونن. ممکن نیست، ممکن هم نیست به تنهایی مدیریت کرده بتونن، چون این پروسه پروسه نیست که در یک محدوده کوچک برگزار شوه. شما شرایط افغانستان هم خوبتر درک میکنین و خوبتر میدونین که افغانستان در کدام سطح مردمش قرار داره و در کدام سطح از لحاظ امنیتی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، اقتصادی ما قرار داره. من نه راگردم تاسو ته بیا دهل رو برخه کې د بعض جنبندی برخه کې از غریسه انتخابات کمیسیون یو دلیل داده چې وخت په کار ده، دقت په کار ده چې مونږ پاکی رای له نه پاکو جلا کړو. تاسو د ناظر بنسټ پتو د انتخابات لورزی څخه چې په دوه ورځې دوام وکاو، هغه انتخابات چې په قندهار کې ترسره شول، آیا رای به همدومره تقلبي وي چې اوس دومره وخت اړتیا لري چې بالاخره موږ د تقویم ورته نقص کو؟ خب در رابطه با انتخابات بس زیاد شد که مشکلات خود داشت، اما امی که بیش از 11,000 شکایت دی پروسه ثبت شد و کمیسیون شکایت انتخاباتی و در پالوی از او بعض جایهایی بوده که مردم نتانستن شکایت درج بکنن. در بسیاری از مراکز امروز ما یک گروپ از کوچی ها دفتر ما آمده بودن، مثلا در بسیاری ولایت بر اونا کس چی نداده بود، ورق شکایت کمیسیون شکایت نداده بود که درج کنن شکایت. این یک تعداد مردم حتی نتانستن شکایت درج بکنن. این 11,000 شکایت وقتی که یک پروسه میاد، یک پروسه میدی، وزیش که مشکل جدی داره و در پالوی از او در او موارد، در او محلات و مراکزی که دور از انظار آمه بوده، مثلا مرکز بسته بوده، صندوقهایش در دیگه جای رفته پر شده که در اوجا شاید کسی شکایت هم نکرده باشه. بله. که این مسائل واضح است که مشکلات جدی وجود داشته در انتخابات. امی که زمانگیر میشه، کمیسیون انتخابات میگه زمانگیر میشه، دلیلش هم یک دلیلش میتونه امی باشه، اما در هر صورتش ما پیشتر هم گفتم که او مسئله که رای پاک و رای ناپاک جدا شوه، او بحث نتایج نهایی است. در نتایج ابتدایی خود تنها امو اوراق نتیجه که از تمام محلات جمع میشه در صندوقهای آبی میایه و یا در خریدهای تیبی، او کلش در سیستم اسکن میشه و داخل میشه و جمع میشه. بله. یعنی این کار است که زمانگیر زیاد نیست. تاسو خیر لدینه چې ټاکنو کمیسون تقویم خپل نقضوي او تاسو وای د مدیریت کې ستونزه ده، دا غټه مسله ده. غیر لدی نور زین عوامل ګوري چې ترشاد کم سیاسي او عوامل وي، ځکه موږ دلته لزینو کاندانو سره خبره وکړي چې هم د اوس چنه بازی روان دي د ټاکنو کمیسون او د زینو کاندانو ترمنځ د پارلمان په کرسیو باندې. خب این موضوعات ما هم در جریان هستیم، به یک تعداد کاندیدا با ما هم شریک ساخته. امی که در تقریبا در تمام ولایات این زمان آغاز پروسه با تاخیر مواجه میشه، در تقریبا در 90 بیش از 90 فیصد از محلات. بله. این نمیتونه که بگوییم که ناشی ازی باشه که یک چند معلم حاضر نشد، که او علت که معلمین چرا حاضر نشد دور، اما هم میفهمیم که متاسفانه در استخدام ها کسایی را که تعهد داشتن که بیاین او استخدام نشده، به جای از او کسای دیگه استخدام شده که اصلا او نمیخواستن بیاین و کسایی بودن که فرصت برای کاندیدا مساعد میساد. این حال وقت ببینین اینمی رؤسای کمیسیون انتخابات 5 دوره انتخابات مدیریت کردن در افغانستان، در هیچ دوره از انتخابات نبوده که در تمام مراکز تقریبا در تمام محلات با تاخیر پروسه شروع شود. در بعضی از محلات در انتخابات های گذشته، تا انتخابات 2014 که خرابترین انتخابات بود، اما انتخابات در امون ساعت 7 وجه شروع شده، ای که باز در کجا تقلب صورت گرفته، این مسائل بوده. آل امون مدیرای انتخابات که در 34 ولایت هست که تبدیل هم نشدن، چطور انتخابات با تاخیر آغاز میکنن در حالی که زمان برای پروسه
با مراتب بیشتر نیاز بوده. یعنی اگر فکر کنید پردی ترش نور مسائل مشتاق بالکل یعنی زمان وقتی که اخریدی عادی میشد یک دقیقه وقت بود که دو وقت 7 بجه صبح آغاز میشد. حال که هم فیرست رای دندار که در یک لیست طویل مردم داره نام خود اول پیدا کنند یک زمان بسیار زیاد بعد از بایومتریک چند مرحله رو بکنه که تقریبا شاید یک رای دنده 3-4 دقیقه در بر بگیره بیخی با سرعت شود. در این حالت هم زمان از طرف صبح کم کردند و هم امو 600 رای دنده رو در یک محل ای خودش را میرسانه که حتما بعض جایا عمدن بوده و به شک سازمان یافته منم بعض جنبندی که او آقای عالم سروش اوس خود تقوی مات شد بالاخره چه اطمینان را کبر لشه خلکو تا پیوان جمله که چه اوس مکم نیتی چه اعلان کرده دا کاوس دو همه و دا کاوس لسما دا کابل نتایج دا با پدغا نیتی بعد نیتر سرکی که خب رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش دارن و بیشتر با قاطعیت کار دارن که تا اینکه بتونن که رسیدگی شوه به مشکلات مردم و چالش هایی که پیش آمدن با او چالش ها باید راه حل بسنجن و تلاش بکنن و تعهدشان همین است که بتونن که آرای پاک و ناپاک جدا بکنن و حق به حقدار برسن و ملت افغانستان وقتی تصمیم گرفتن سرنوشت خودشان ما رقم بزنن و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از سرنوشت که اونا رقم زد سرنوشت محافظت میکنن بنابراین مسئولیت بزرگ در قبال مردم افغانستان داره و متحدن که اعلام نتایج در تاریخی که از طرف اینا مشخص شدن در اون زمان اعلان ابتدایی اعلان میکنن دیده من از غیر تاسو فکر کوئی چه بالاخره انتخابات کمیسیون دی وست دقیق تاریخون چیلان کردی پا لسم دا قوز و پا دوام دا قوز بانده با ابتدایی نتایج اعلان کردی رو لن را تو وای خب بابو مدیریت قبلی که داشتن مدیریت زمانی من فکر نکنم در اون تاریخی که در روز با تاخیر کردن کمیسیون بتانه اعلان نتیجه نهایی را اعلان بکنم دیره من کور مدن چرا لکم موضوع مرا سر باس و که گران لیدون کلتا سم دیره من نه چه تردیده من موضوع ملتیا کولا تربیامو اللہ ملشا